دوست عزیز، شما را به جلسه 16 ام مضمون مدیریت مالی خوش آمدید میگم. خدا کنه که از موضوعات و محتوایی که ما شما تا 15 جلسه گذشته در این مضمون داشتیم استفاده دیده نموده باشین و موضوعات به شکل که لازم است انشاءالله فرا گرفته باشین و همچنان بحثای سوالاتی را که ما شما داشتیم و فرمولایی را که تا این لحظه کار کردیم به شکل منظمش فرمولا را و سوالات استفاده کرده باشین و خواهشم از شما ای است که از فرمولای قبلی و همچنان فرمولایی که بعد از این ما شما خواد داشتیم و سوالاتی را که خواد داشتیم ای را به شکل تمرینی پیش خودم مرور کنین و سوالات چی از تمرین کتاب و چی از جای دیگه در ارتباط سوالاتی را کار کنین تا که در ذهنتان به شکل ذهنشین باقی بمانه و انشالله این موضوعات برای دائم مورد استفادهتان قرار بگیره بدون از اینکه بحثی را فراموش کنین. در جلسه گذشته ما شما درباره ارزش آینده و ارزش آینده پول با استفاده از نرخ ربح ساده بحث کردیم و گفتیم که فرمول نرخ ربح ساده عیناً بر ارزش آینده پول صدق میکرد و این موضوع را برای ما شما بسیار به شکل واضح، چون ما شما قبلا ربح ساده را مرور کرده بودیم و او را داشتیم و فرا گرفته بودیم، برای ما شما بسیار به شکل منظمش موضوع بیان شده بود و به می ترتیب با استفاده از فرمول جدید که فقط یک پی صفر در او اضافه بود، ما شما می توانستیم که ارزش آینده پولم به شکل واضح تعیین کنیم. برای جلسه امروز ما شما در مورد ارزش آینده سال به سال یا ارزش آینده سالانه پول بحث میکنیم، که یعنی بعد از هر سال ارزش آینده پول ما شما چیگونه میتونیم سنجش کنیم و ایرا چرا باید سنجش کنیم و چرا برای ما مهم است و از دیدگاه سالانه چرا این بحث مطرح میشه. در قسمت ارزش آینده سالانه پول بحثی را که باید خدمتتان عرض کنم، چون اگه برای دورهای طولانی مدت ما شما یک بحث مد نظر میگیریم، شما به عنوان محصلین علم محاسبه یا که یک شاخه از بحث‌های اقتصادی است، موضوع را انشاءالله درک میکنین که اقتصادها همواره در حال نوسان و در حال تغییرات میباشن و هر از گاهی نوسانات در اقتصاد واقع میشه که برنامه ریزی های ما یا پلانگذاری های ما را برای دورهای بعدی خدشدار میسازه و یا با مشکلات مواجه میسازه. پس ما شما تنها باید برزش آینده پول بر از مدت زمانی طولانی که اگر فرض کنیم اضافه تر از یک سال است اکتفا باید نکنیم، ارزش آینده سالانه پول هم باید مد نظر داشته باشیم، یعنی ارزش آینده را برای پول به شکل سال به سال باید ما شما مد نظر بگیریم. چون قسمی که یادآور شدم، ما شما در حالات نوسان بسیار شدید اقتصادی در دنیای امروزی، چون بحث‌های تکنولوژی و بحث‌های اقتصادی بسیار پیشرفته شده و حتی تغییرات و تبادلات به شکل دقیقوار یا حتی اگر مبالغه نکنیم به شکل ثانیه‌وار است، پس ما شما باید بر ارزش زمانی پول خودم حداقل یک ارزش آینده سالانه را مد نظر داشته باشیم برای برنامه ریزی و پلان گذاری های خود اگر کوتاه‌تر نمی‌سازیمش. و ایده با استفاده از فرمولایی که ما شما داریم و با استفاده از بحث ربح ساده بسیار مقدر است و میتونه که برای ما شما این بحث اجرا کنه فرمولای ما شما. پس بحثی را که امروز ما شما باز میکنیم و روش صحبت خواد کردیم تعیین ارزش آینده سالانه پول با استفاده از ربح ساده است. تعیین ارزش آینده سالانه پول با استفاده از ربح ساده. تعیین ارزش آینده سالانه پول با استفاده از ربح ساده. بحثی را که تعیین ارزش آینده سالانه پول با استفاده از ربح ساده برای ما شما میرسانه، موضوع اصلیش ایست که عیناً امو فرمول ما شما میتونیم استفاده کنیم، اما میتونیم که به شکل جدا جدا داشته باشیم یا میتونیم که به شکل سالوار ایره برای خود
جدا بسازیم تا که سال به سال ارزش آینده پول خود مشخص بسازیم. مثلا ما شما اگر در فرمول قبلی فرض کنین مدت 3 سال مد نظر گرفتیم و بعد از 3 سال ارزش آینده پول به دست آوردیم، میتونیم در ختم سال اول هم سنجش کنیم، برای ختم سال دوم جدا سنجش کنیم و برای سال سوم خوب به اساس فرمول عمومی هم به دست میاد. و یا مدت طولانی تر که در مثال آخری در جلسه گذاشته ما شما کار کردیم، اگر فراموش نکرده باشین 8 سال مد نظر گرفتیم، پس به شکل سالانه بر 8 ساله که ما شما داریم به شکل سالانه بسیار ضرور است که ما شما داشته باشیم که مثلا در ختم سال ارزش آینده ما یا ارزش آینده پول ما به کدام مبلغ خواهد بود. و موضوع را برای ما شما این بحث و ارزش آینده پول سالانه با استفاده از ربع ساده همین موضوع را روشن می‌سازه و می‌تونیم ما شما این را استفاده کنیم. فرمول ما عیناً فرمول قبلی است. FVN داریم مساوی به پی صفر جمع پی صفر ضرب آی ضرب N. برای تعیین ارزش آینده سالانه پول هم ما شما عیناً مثال قبلی واری همون فرمول ارزش آینده پول داریم، اما فقط تغییرات اینجا در قسمت چی میاریم؟ در قسمت N خود میاریم، چون ما شما اشاره کردیم که N برای ما شما N برای ما شما مدت زمان یا سال مورد نظر نشان میده که کدام سال ما شما میخواییم که داشته باشیم، یعنی ارزش آینده پول در کدام سال ما شما میخواییم به دست بیاریم. این را میتونیم که با N مشخص بسازیم و بر ارزش آینده پول سالانه ما شما میتونیم فقط با تغییر آوردن در N این را به دست بیاریم و ارزش آینده سالانه پول خود به شکل منظمش بتونیم که تعیین و تعیین کنیم. مثال قبلی را در این قسمت هم میخواییم که داشته باشم که مبلغ 10,000 افغانی را از قرار نرخ 10% بعد از 3 سال ما شما داشتیم. اونمو مثال میخواییم که این بار برای هر سال به شکل جداگانش به دست بیاریم. مثال ما شما اینجا میتونیم داشته باشیم مبلغ 10,000 افغانی از قرار نرخ 10% برای 3 سال به رب ساده گذاشته می شود. ارزش آینده آن را بعد از هر سال به دست آورید. مبلغ 10,000 افغانی از قرار نرخ 10% برای 3 سال به ربع ساده گذاشته می شود. ارزش آینده آن را بعد از هر سال به دست آورید. یعنی مبلغ اساسی ما شما 10,000 افغانی است و نرخ ربح ما 10% است و مدت ما 3 سال است. از ما شما خواسته که ارزش آینده سالانه از این مبلغ به دست بیاریم. ارزش آینده سالانهش به این معنی است که بعد از سال اول چقدر ارزش خواهد داشت 10,000 افغانی ما، بعد از سال دوم چقدر ارزش خواهد داشت و بعد از سال سوم یا در اخیر دوره چقدر ارزش خواهد داشت. برای درک از این موضوع ما شما باید از FV1 یعنی از سال اول شروع کنیم. پی صفر ما معلوم دار است که 10,000 است افغانی، آی ما 10% است یا 0.1 و N ما چون از سال اول شروع میکنیم N 1 مد نظر میگیریم. خدا کنه که مثال گرفته باشین، ما یک به می ترتیب پیش میریم و این موضوع را
واضح میسازیم. پی صفر ما داده شده، آی داده شده، ان داده شده. اینه فرض کنین اینجا هم سه میگیریم، بعدا به ترتیب پیش میریم. فرمول در اینجا در قسمت بالا نوشته میکنم اف وی ان مساوی میشه به پی صفر جمع پی صفر ضرب آی ضرب ان. آلی از سال اول شروع میکنیم که ارزش آینده پول برای سال اول به دست میاریم. اف وی یک گفتیم به جای n سال یا مسال رکت دلخواست اموره مگذاریم، سال اول است یک مگذاریم، مساوی میشه. پی صفر ما در سال اول چند است؟ 10,000 است. برای کل پی صفر برای کل موضوعات ما یکی است، امون 10,000 افغانی جمع باز پی صفر 10,000 ضربه آی ما 0.1 n ما 1. چون n بر سال اول ما شما بدست میاریم، با جای n امی n یک میگذاریم، یعنی ضرب یک میکنیمش. عددی که بدست میاد 10,000 خودش جمع 10,000 که ضرب 0.1 کنیم 1,000 میاد، 1,000 ضرب 1 بازم 1,000 حاصل ما مساوی میشه به 11,000 افغانی. در خط مثال اول ما شما 11,000 افغانی ارزش آینده پول ماست. برای سال اول ارزش آینده پول ما 11,000 افغانی می باشه. حالا برای سال دوم سنجشش میکنیم. با جای اف وی 1 اف وی 2 مساوی میشه. پی صفر ما 10,000 جمع بازم پی صفر ما 10,000 ضربه 0.1 آی ما خودش ضربه به جای 1 چون وی دوست ضربه 2 میکنیمش، مساوی میشه. 10,000 خودش جمع وقتی که 10,000 افغانی را 0.1 ضربه 2 کنیم ما شما 0.2 میشه. 10,000 که ضربه 0.2 کنیم 10,000 ما که ضربه 0.2 شوه 2,000 افغانی را میده. پس 10,000 جمع 2,000 مساوی میشه به 12,000 افغانی. در خط مثال دوم یا ارزش آینده سال دوم پول ما 12,000 افغانی است. آل از سال سوم به دست میاریم. اف وی 3 10,000 افغانی ما پی صفر ما خودش جمع 10,000 باز پی صفر خودش ضرب 0.1 آی ما خودش. فقط چیزی که تغییر میکنه ان است، چون اف وی 3 را به دست میاریم به جای 2 در ان 3 میگذاریم، یعنی برای سال 3 اون سنجش میکنیم ارزش آینده پول ضرب 3 مساوی میشه. 10,000 خودش جمع وقتی که 0.1 ضرب 3 شوه 0.3 میشه، 0.3 ضرب 10,000 3,000 میشه. 10,000 جمع 3,000 مساوی میشه به 13,000 افغانی. بسیار به شکل سادهش و به مشکل سال و سالش ما شما تانستیم که با فقط تغییر آوردن n در فرمول بر هر سال به شکل جداگانه ما شما ارزش آینده پول داشته باشیم. برای سال اول ما در این 10,000 جمع 10,000 ضرب 1 ضرب 1 عددی که به دست آمد 10,000 جمع 1,000 11,000 افغانی است، یعنی ارزش آینده پول ما برای ختم سال اول 11,000 افغانی میشه. برای سال دوم 10,000 جمع 1,000 ضرب 1 ضرب 0.1 ضرب 2 10,000 جمع 2,000 مساوی به 12,000 افغانی به دست آمد، یعنی برای ختم سال دوم ارزش آینده پول ما 12,000 افغانی است. و برای سال سوم 10,000 جمع 10,000 ضرب 0.3 مساوی میشه 10,000 جمع 3,000 مساوی به 13,000 افغانی، یعنی برای ختم سال سوم ما شما
مبلغ ارزش آینده پول امو 13000 افغانی به دست آمد. بس سال به سال یا تا این ارزش سالانه پول به می شکل کار میشه، فقط با تغییر آوردن در قسمت N فرمول، یعنی در قسمت سال ما شما میتونیم برای هر سال به شکل جداگانش بس ها و یا امو ارزش آینده را به دست بیاریم که شما به شکل مشرع در تخته میتونین ایره داشته باشین. یادآور شدیم که ارزش آینده پول به شکل سالانه یک بحث بسیار مهم است، چون ما شما پلانگذاری های خود اکثرا برای یک سال تهیه و ترتیب میکنیم و تخمینات ما معمولا یک ساله میباشه. پس باید به شکل سال به سال و تغییرات سالانه ارزش آینده پول خود ما شما مد نظر داشته باشیم تا که به شکل درست و منظمش بتانیم که امو تخمینات خود و یا اهداف و یا برنامه ریزی های آینده خود بتانیم داشته باشیم. خدا کنه که از بحث فعلی برداشت عظمی را کرده باشین. تا جلسه بعدی خداوند یار و مددگارتان، موفق و کامکار باشین.